آقا پول داد رفتن مصر، بعد از مدتی برگشتن دو برابر آوردن، یعنی 100% سود، 1000 دینار اصل پول، 1000 دینار هم سودش. آقا فهمود خیلی سود کرده، چه کار کردید؟ گفتن آقا ما وقتی رسیدیم به مصر به ما خبر دادن این جنس تو بازار کمه، ما نگهش داشتیم تا حسابی کم شد، حسابی کم شد دیگه، خلاصه تو بازار یه جنسی خریده بودیم، نبض بازار رو گرفتیم دست خودمون. کلا سر کی میذاری؟ کالا رو تو بازار جمع میکنی. آقا بازار نیاز پیدا کرد، ما ریختیم جنس رو دو برابر تو بازار. اونقدر امام صادق ناراحت شد، اصل پولش رو برداشت، فرمود اونم برگردونید، قبول نکرد. بعد اینجا فرمود شمشیر زدن در راه خدا ایسر من طلب الحلال، راحت تر از مال طلب حلاله. آمد گفت آقا میخوام کاسبی کنم. فرمود چند تا نصیحتت میکنم: یک، راست بگو. دو، ولا تکتم عیبا، عیب کالا رو نپوشون. بابا این ماشین سیلندر سوراخه، بگو تصادف کرده، رنگ شده، گلگیرش عوض شده، از این جنس استفاده شده، بگو چرا میپوشونی؟ کلا سر کی میخوای بذاری؟ خودت قیامت فردا گیری، برای وارثی میدوی که بعد استفاده کنه، شما بعد قیامت اسیر باشی. حق الناس ساده نیست، قابل بخشش نیست. 500 تا بکیا الله هم بگی حق الناس رو خدا نمیبخشه. با بکیا الله که حق الناس بخشیده نمیشه، حق الناس مال مردمه. احیا بگیر، قرآن بخون، نماز بخون، همه ای ثواب داره، ولی مال مردم باید به مردم برگرده. حتی تعدی الی کل ذی حق حقه. فرمود عیب کالا رو نپوشون. سه، کاش که اینو تابلو کنن تو بازار ما: ولا تقبن المسترسل، کسی که به تو اطمینان کرده کلا سرش نذار. نمیشناسه میگه این جنس رو برای ما، شما این فرش رو برای ما بخر، من یه خانومم، یه پیرزنم، یه ناشت، شما یه یخچال برای بچه من تهیه کن. پول به شما میده. کسی که به شما اطمینان میکنه مقبونش نکنید. چهار، اعت الحق وعت الحق و خذه، حق بگیر، حق بده مطابق حق. پنجم، لا تخف، تو کاسبی نترس. کاسب باید شجاع باشه، اگر زبون باشه، جبان باشه، روش نمی کنه. و آخرین مورد فرمود ولا تخون، خیانت تو زندگیت نباشه.